Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba kanal Afghan Cooking آشپزی افغانی خوش آمدین. امیدوار هستم که روزه و نماز و طاعت عبادات همه شما عزیزان قبول در بار الهی گردد. امروز بر شما عزیزان یک سوپ رمضانی در نظر دارم. امیدوار هستم خوشتان بیاد و تا آخر ویدیو با ما باشین. اللهم بارک علیه میگیم. هرگاه سابسکرایب میکنین لطفا شریک ساختن فراموش نکنین، زنگولگه کفشار بدین تا در جریان ویدوهای نو باشین. لینک جلبی و انواع اقسام کلچه ها را در پایین از ویدیو میگذارم، وقت داشتین ببینین. و همچنان لست از این سوپ بر شما عزیزان نوت گذاشتیم کدام مواد با ما بکار است. یک دانه پیاز متوسط، یک دانه زردک خرد، یک کمک کرم، دو قاشق غذاخوری گندم مروارید، دو قاشق غذاخوری دال، دو قاشق دال نخود، دو قاشق گندم سیاه، سه قاشق غذاخوری نخود، سه قاشق غذاخوری لوبیا و اینجا تا 200 گرم گوشت کوفته است. کوفته شدگی از یخدان گرفتیم. دیگه مرچ مساله را بر شما عزیزان نوت گذاشتیم. مرچ سیاه و تخم گشنیز، مرچ دلمه و شک بوره و مثلا نمک، زردچوبه. اما مواد یک جای ساختیم، شستیم شا پاک ستره. مواد خشک البته. نیم ملاقه روغن و پیاز ریزه کردیم. ما دست 4 دقیقه سرخ میکنیم تا رنگ گلابی را به خود بگیره. بعد از اینکه سرخ شد نخوت دهش اضافه میکنیم، آب اضافه میکنیم و مدت نیم ساعت تا 40 دقیقه میگذاریم بجوشد. کرم زردک ریزه کردیم، یک دانه کچالوی متوسط گرفتیم، 4 کنجه ای رو ریزه کردیم، نیم ملاقه روغن گرفتیم و کوفتگک خود سرخ میکنیم مدت 3-4 دقیقه. سیر اضافه میکنیم، 2 دقیقه دیگه هم روی سیر سرخش میکنیم، در مجموع 4-5 دقیقه میشه دیگه. روغن آمد کوفتگک ما دیگه. مرچ مساله را اضافه میکنیم، بازم 1 دقیقه سرخش میکنیم، بعد از 1 گلاس آب اضافه میکنیم. البته مرچ مساله رو نوت گذاشتیم. همقدر دیگه آب اضافه کردیم، میگذاریم 10 دقیقه سرش بسته میکنیم. 30-40 دقیقه تیر شد، بعد از لوبیا را اضافه کردیم، میگذاریم که 30 دقیقه اثر لوبیا بگذره. دیگه این مواد مال آماده است. مواد خود در سر گوشت اضافه میکنیم، بعد از 15-20 دقیقه که کوفته را پخته کردیم، بعد از او این مواد کرم و کچالو رو ما میگذاریم، حرارت خاموش میکنیم. دیگه در این جریان 30-40 دقیقه سر لوبیا گذشت، در سر لوبیا اضافه میکنیم همین مواد خشک، دال نخود بود، دال بود، گندم سفید بود که نامجا پیرلوفکا میگن. دیگه سرش بسته میکنیم، یک نیم ساعت 40 دقیقه میگذاریم نرم شد. پالک یک دسته گرفته بودم، ما از یک دسته هم کم کم ترش کردم. پاکس را ششتی میشه در چلو صاف، بعد از اومای در ریزه کدی میشه. یک قسمت که چوبکایش سوره یک 5 دقیقه پیشتر مندازیم در سوپ، بعد از او کش کنیم که قسمت نرمیش برگایش اضافه کنیم، چون که قسمت چوبکایش دیر نرم میشه. و خود دیگه تقریبا مدت 1.5 ساعت گذشت یا 2 ساعت، دقیق ساعت قید نکردیم. دیگه لوبیام نرم شد، نخوتم نرم شد، تمام مواد ما تقریبا 80% نرم شده. دیگه فعلا این قرمگک خود در سرش اضافه میکنیم، قرمه کوفته و کچالو زردک خود دیگه به هم میزنیم. حالا پالک، برگ پالک اضافه میکنیم.
یک بار به هم میزنیم، مدت 3-4 دقیقه یا 5 دقیقه میگذاریم. نمیخواییم که پالک بسیار زیاد نرم شود، به خاطر که ویتامیناش از بین میره. پالک قسمی که میفهمین بسیار ویتامین زیاد داره، به خصوص آهن بسیار زیاد داره، که از آن ما اگر در سالاد خود هم روزه بخورن نوش جان کنن مفاد بی اندازه زیاد داره. ما حتی همی ککتیل میکنیم از این پالک، موید لینک ویدیو رو در پایین بر شما ازان میگذارم، ککتیل هم روزه بخورین، از ترکاری بسیار مفاد داره. دیگه تقریبا دو ساعت، دو نیم ساعت گذشت و سوپ خوشمزه رمضانی ما کاملا آماده شده. واقعا دیگه یعنی قدر مزه داره این سوپ که بر شما نمیتونم مزیش بگویم. باید دیر خودتان پخته کنیم و نوش جان کنین که بفهمین چه مزه دار است، چون ما ایره در دیگه وقت هم پخته کردیم میفهم مزه شه. امروز دیگه هنوز نچشیدیم، به خیر افطار شد میچشیم دیگه، چون ما ایره قبلا همیشه آماده میکردم. مادرک مرا خدا ببخشه، افطار جنت درشان باز باشه، ایره همیشه پخته میکرد و ما بسیار ایره دوست داشتم. به او خاطر ما یعنی در فامیل ما همیشه ایره پخته میکنم. خواستم این لست که یعنی فامیلی همراه شما ایزان شریک بسازم. امیدوار استم که خوشتان بیایه. اگر خوشتان آمده انشاءالله که لایک و سابسکرایب شریک ساختن فراموش نکنین و کامنت های ناز و ناب خودم به خواهرتان بنویسین. و یک تشکری خاص میکنم از عزیزان ما که همیشه با کامنت های بسیار ناز خود خواهر خود قلبا حمایت میکنن و گپ های بسیار خوب نوشته میکنن. من از همشون قلبا سپاسگزار هستم. انشاءالله که بارمونای نیکتون برسین و همیشه خوش خوشبخت باشین. دیگه از همه شما عزیزان تشکری میکنم. اگر کامنت میکنین نمیکنین، اگر لایک میکنین، اگر صرف میبینین، بازم تشکری میکنم. انشاءالله که همتون خوش خوشبخت باشین و در یک صلح و آرامش و رفاه زندگی کنین. تا ویدیوی بعدی شما رو به علای مهربان می‌سپارم. الله حافظ، نگهدارتان.